آقای بیطرفی که یکی از عوامل عمده خشک شدن دریاچه ارومیه بوده، هر چقدر بخواد امضا جمع کنه برای زنده کردن دریاچه ارومیه، همیشه این علامت سوال بزرگ بالای سرش باقی خواهد بود که اون نماینده مردم هست، نماینده محیط زیست هست و یا نماینده بخشی از قدرت که میخواد نظرها رو به خودش جلب کنه. بخشای از این گرد همایی رو با هم ببینید. اینجا جایی بود که بسیاری از فعالانی که از چهارمحال و بختیاری و خوزستان اومده بودند مخالفت خودشون رو با گزینه بعدی دولت برای وزارت نیرو بیان کردند و همین طرح اعتراضاتشون باعث ناراحتی برخی از شرکت کنندگان هم شد، به ویژه میزبانانی مثل مهاب قدس و آب و نیرو. با این تفاوت‌هایی که وجود داره چجوری میشه بفهمیم که یک جریان سالمیه، جریان پوپولیستی نیست، همون ضعف‌هایی که ما در مورد کمپین‌ها و پیش‌های مختلف مطرح می‌کنیم یا من یاد می‌گیریم، اینها رو چجوری میشه مطمئن شد که توی جریان اینچنینی شکل نمی‌گیره یا هر جریان ملی دیگه؟ چجوری میشه با هم کار کنیم؟ چجوری میشه در مسیر درست قرار گرفت؟ من نمیدونم مدنیت مثلا حاکمیت از کی مثلا توی کشور ما حداقل توی این پهنه جغرافیایی چند سال قدمت داره. من دوستانی که از خوزستان پاشدن اومدن اینجا چون معلومه که دغدغه دارن، حقیقتش اینه که همینجوری که من رضای کیمیان در واقع بازیگر عکاس از نظر خیلی ها قرتی مطرب از نظر خیلی ها و بچه های افسران سایبری کنار هم داریم کار میکنیم و سردار آجرلو بگیر نمیدونم ایشون که نماینده مجلس بوده، که از همه کسانی که در مورد آب کار میکنن کوشش میکنن ما با هم دیگه کمک کنیم، به هم کمک کنیم. باید اگر همچین همایش های از هر جای کشور شرکت بکنم و مشارکت داشته باشم در مباحث و نگران بودیم از این بابت که این فعالیت چی هست، بیاییم آشنا بشیم با دوستان اگر چنانچه میتوانیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه این مسیر درستی باشه و مسیری باشه جایدار خودش رو بتونه پیدا کنه. یکی از شرکت کنندگان برای من نوشت که به نظر میرسید که برخی از برگزار کنندگان سایبری سپاه در جای جای این جلسه داشتن شرکت کنندگان منتقد رو زیر نظر می گرفتند. او امیدوار بود که پرونده سازی برای شرکت کنندگان منتقد وزارت نیرو و سپاه شروع نشده باشه، اما اگر بعدها دیدیم اتفاقی افتاده میتونیم حدس بزنیم که جلسه های مختلف فقط برای برگزاری و مبادله اندیشه ایجاد نمیشن و بعضن ممکنه برای شناسایی و پرونده سازی باشن. این میتونه نتیجه بدی رو به دنبال داشته باشه. به همین دلیل هست که مستقل ماندن از دولت، نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به سپاه برای فعالان محیط زیستی یکی از واجباته، که البته مستقل ماندن امر بسیار دشواری هم هست. یکی از اعضای کمپین آنلاین صدای پای آب که در این جلسه شرکت کرده بود سعی کرد بسیاری از خواسته ها و نظرهای فعالان خوزستانی رو مطرح بکنه. از جمله مسائلی که مطرح کرد این بود که به واسطه شور شدن تدریجی رودخانه های خوزستان نزدیک به 1 میلیون اصل نخل از بین رفتند. این یک فاجعه بزرگ است. این فاجعه بزرگ ممکنه از سوی بسیاری از کسانی که فقط مصرف کننده خرما هستند درک نشه. درختان نخل عملاً بخشی از زندگی مردم خوزستان رو تأمین می‌کردند. نابودی این نخل‌ها که در سراسر مناطق جنوب کشور گسترده شده‌اند می‌تونه زنگ خطری باشه که از همین الان به صدا درآمده. بایستی این ذخایر رو حفظ کرد و از بین رفتن نخل‌ها، از بین رفتن گونه‌های دیگر گیاهی رو هم می‌تونه نوید بده، نویدی بسیار منفی. پیامد از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی و جانوری آینده بسیار تیر و تلخ و تار برای شهروندان ایرانی به بار خواهد آورد.
وظیفه‌ای که همین قانون اساسی معیوب فعلی بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته، مراقبت از منابع طبیعی به ویژه درختان هست، گونه‌های جانوری هست. از بین رفتن گونه‌های جانوری، از بین رفتن درختان، نتیجه خوبی برای آینده کشور نداره. ما شاهد این هستیم که در چند ساله اخیر بسیاری از تالاب‌ها آرام آرام محو شدند، نابود شدند. در فیلم مستندی که از شبکه مستند سیما پخش شده به نام قصه آب، در بخشیش به از بین رفتن تدریجی تالاب هورالعظیم یا بخش ایرانیش یعنی هورالهویزه اشاره شده. بخشی از این فیلم مستند رو با هم می‌بینیم. این دایکی که الان خدمتتون هستیم یه دایک خاکیه به طول 105 کیلومتر از چرزابه تا طلاییه. وظیفه‌ای که داره، وظیفه اینه که آبی که در منتهی علیه رودخانه کرخه میاد و توی مخازن کشور عزیزمون ایران حفظ کنه، مازاد اونو به سمت تالاب هدایت کنه. هورالعظیم یک تالاب بسیار راهبردی و مهمه که میتونه به تعادل اکولوژیک منطقه کمک بکنه. 500,000 هکتار وسعتشه. هورالعظیم وقتی که خوش شد، هر دو سوی ماجرا به شدت ضرر کردن. چرا هورالعظیم خوش شد؟ هورالعظیم از سوی سه رودخانه اصلی در واقع آبگیری میشه، از سمت ایران کرخه و از سمت عراق دجله و فرات. دجله و فرات رو به عنوان اصلی ترین رودخانه هایی که باعث آبدار بودن هورالعظیم میدونن، چیزی حدود دست کم 2/3 سطح دریاچه هورالعظیم رو متاثر میکرده. دجله و فرات در زمان صدام حسین اولین ضربه رو خورد. نهری به عنوان نهر پنجم یا نهر صدام کشیده شد به بهانه توسعه اراضی کشاورزی در شمال بصره، اما در این حال مشاوران حزب بعث این مشاوره رو به صدام داده بودن که اگر که سپاهیان ایران بخوان نفوذ بکنن، ما میتونیم با یه همچین نهری که زدیم عملا امکان پیشروی اونها رو به صفر نزدیک بکنیم. بعد از اینکه صدام حسین در واقع حکومتش ساقط شد، از ضعف دولت مرکزی کشور ترکیه هم استفاده کرد. حقابه طبیعی دجله و فرات که 750 متر مکعب در ثانیه بود و به 1/3 کاهش داد، 250 متر مکعب در ثانیه کرد و چیزی حدود 80 میلیارد متر مکعب آب حقابه رو برای خودش در قالب طرح گاپ ذخیره کرد. اگه بخوام بگم 80 میلیارد متر مکعب یعنی چقدر، با توجه به اینکه حقابه یعنی آورد طبیعی اصلی ترین رودخانه مرکزی ما زاینده رود حدود 800 میلیون متر مکعبه، پس یعنی در واقع میشه 100 رودخانه به بزرگی زاینده رود. تنها بخشی از هورالعظیم که آب داشت هنوز و هنوزم آب داره از رودخانه کرخه در ایران تامین میشد، که رودخانه کرخه هم بعد از اینکه ما سد کرخه رو زدیم و در بالا دستش هم که سد سیمره رو زدیم، حقابش به شدت کاهش پیدا کرد. تمام تالاب‌های اقماری هورالعظیم تا کرخه در منطقه بستان و سوسنگرد و همون جزایر مجنونی که همه ایرانیان میشناسنش، خاطره دارن باش تو جنگ، همه خوش شد. حفاری‌های شرکت نفت یکی دیگه از عواملی بود که سبب شد که هورالعظیم خوش بشه. ما جاده‌های بی‌ضابطه‌ای در پهنه طبیعی هورالعظیم احداث کردیم، اومدیم و بعد برای اینکه طرف ایران رو مشکلش رو حل بکنیم، سدهایی رو زدیم، دایکایی رو زدیم. با توجه به اینکه شیب طبیعی هورالعظیم به سمت عراق بود که اون حداقل حقابه که از سمت کرخه تامین میشه در خود ایران بمونه، غافل از اینکه چشمه تولید گرد و خاکی که در هورالعظیم وجود داره همه رو متاثر میکنه و از جمله ایران رو هم متأثر میکنه و اصلا نگاه زیستبومی یا اکوسیستمی به تالاب اگر بخواد اعمال بشه یه همچین سازه هایی رو بر نمیتابه. همه ما مقصر بودیم در خوش شدن هورالعظیم. به نظر من متهم شماره 1 دولت ترکیه است
که مطابق تعهداتش در UNCCD کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و همچنین کنوانسیون جهانی رامسر عمل نکرد. دولت عراق، دولت سوریه مقصرهای بعدی هستن، دولت ایران هم به هر حال مقصر تو این ماجرا. تو عکس ماواره اگه دقت بکنید این در واقع هورالعظیمه، این سمت ایرانه. اگه نگاه بکنید این خود سیاهی نشون میده که چقدر هم عمق داشته هم آب سمت ایران بوده، ولی متاسفانه در طول این پیشرفت این سالها میبینید این آب، سطح آبی که داشت سمت ایران میمون متاسفانه داشت کم میشد و حتی مساحت هورمون هم داشت کوچک میشد. ما یه زمانی رسیدیم که اصلا حدود شاید تا کیلومتر 32 کلن دیگه خوش شده بود. تا درود دیگر بدرود.